سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان دری زبان عزیزان در هر کجایی که هستید و بیننده برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید انشالله که همواره صحتمند و سلامت جانجور و تیار باشید. در آخرین روز تموز زیبا هستیم، یک چهارشنبه دیگر است و در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی بزرگوار هستیم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضور محترم و همه بینندگان عزیز که مشتاقانه این برنامه تشکر خودشون رو تماشا میکنم. بله خانم عالمی، بحثی که انشالله در این روز و دیگر روزهای چهارشنبه در چهارشنبه آینده در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود، مسئله حجاب است. مسئله حجاب یک امری است که بسیار سهل ممتنع است، از یک طرف بسیار آسان به نظر میرسه، کلگی مردم مسلمان عقیده به حجاب دارند و باور دارند به اینکه زنان به ویژه زنان مسلمان باید که یک حدی از حجاب را داشته باشند و همچنان نظرت میخوام یک مسئله است که اختلافی هم هست، یعنی بسیار مواجه هستیم با افرادی که میگن تو حجاب نداری، این فرد میگه نه من حجاب دارم، دیگه فرد دیگه حجاب نداره. یک مسئله است که مردم نمیفهمن که بالاخره حد این حجاب چیست. یک نفر ممکنه که در قندار باشه یک نحوه خاص از حجاب و پوشش داشته باشه، یک نفر در کابل حجابش را قبول نداشته باشه این فرد کنداری و فرد کابلی باز حجاب خود به عنوان حجاب معرفی کنه و باز حجاب پوشیده که یک فرد دیگه در یک شهر دیگه داره را قبول نداره. یک نفر میگه که حجاب ایست که یک زن باید که کل بدن خودش را بپوشانه، از سر تا پای دیده نشوه، یک نفر دیگه یک حدود دیگه رو مشخص میکنه. بالاخره ما نمیفهمیم خانم عالمی که حد و حدود پوشش و حجاب و چیزی که در منابع و مصادر دینی بیان شده چیست؟ امیره برای از ما بینندگان از ما اول از همه شفاف بفرمایید که باز وارد مباحث بعدی شده. بله، در مورد حدود حجاب ما در احکام اسلامی خودمون خیلی شفاف و صریح در قرآن در آیه 30 سوره نور آمده برای زنان حد حجاب را تعیین کرده و برای یک حد عقلی و یک حد اکثری رو برای حجاب تعیین کرده. این شارع مقدس هم برای که احکام رو بر مردم پیاده کنه همیشه راه‌های آسانی هم گذاشته. ما میبینیم که در بحث حجاب زمانی که وقتی که اسلام برای کار آمد از یک حد عقلی برای زنان توصیه شد و حد اقلش این بود که در سوره نور هم اومده آیه 30 که به زنان گفته بودن که گفته شده که از خمارهای خودتون به واسطه خمار سر و گردن خود را بپوشانید. اینطور بوده رسم که زمان جاهلیت زنان عرب مثل همین الان که مردان عرب میبینید یک روسری را به گردن میندازن، این روسری بله سر و گردن میندازن، بله این پارچه شبیه روسری هست، این پارچه را میندازن، این پارچه آزاد هست و تمام سر و گردن اینها نمایان هست. زنان عرب هم در جاهلیت به همین شکل بوده و این آیه نازل میشه و به زنان توصیه میشه که از خمار استفاده کنن. خمار به روسری، مقنعه یا هر چیزی که باعث می شده اون زمان تشبیه میشه که حالا در عصر امروز ما که بتونه سر، گردن، قسمت های گوش و اعضایی رو که قسمت های بالاتنه هست رو به صورت کامل بپوشونه و پوشنندگی داشته باشه، یعنی فقط صورت نمایان باشه. این حد اقل حجابی بوده که در ابتدای ظهور اسلام به مردم توصیه شده توسط رسول اکرم در آیه 30 سوره نور و بعد از او باز آیه جلباب اومد، این نازل شد و یک حد اکثری رو برای حجاب در نظر گرفت، یعنی حجابی که در قرآن گفته که از جلباب استفاده کنین. جلباب در زمان اون موقع در عصر
پیامبر یک عبا یا ردایی رو میگفتن که بلند بوده و از سر تا پای فرد رو میپوشونده. این در قرآن اومده که این عبا یا ردا رو دو طرفش رو به هم نزدیک کنید. دقیقا همین چادری که حالا به عنوان چادر عربی بین مردم الان مرسوم هست، رواج هست، همین که دو طرفش رو خب جمع میکنن تا پوشینده باشه. این حد اکثری حجاب هست که همونطور که ما میبینیم خب در جامعه هم خب دیده میشه، این هم رقمش هست، هم او حد اقلیش که روز شامل روسری میشه یا مقنعه یا شال باشه یا هر چیزی. به قول شما که ممکن است در یک منطقه در افغانستان خب یک چادری باشه، ببینید چادرهای مربع استفاده میکنن، خب اینا این چادرها خب، و البته شرطش همین هست که قسمت‌هایی رو که در قرآن تصریح شده و قسمت‌ها رو بپوشونه. این میتونه شامل این باشه یا میتونه در یک شهر عربی مثل یکی از شهرهای عرب در لبنان یک مقنعه عربی باشه، یا در ترکیه یا هر جای نقاط دنیا خب بر اساس او لباس نوعی که لباسی که است، ولی او حدودی که در قرآن تصریح شده او حدود باید رعایت بشه. یعنی هر رقم لباس و پوشش که دارن فرق نمیکنه، باید که او حدود درش او حدود شده. اصل خود حجاب هست نه نوع حجاب. ما شاید این چیزی که الان در جامعه واقعا باش ما خیلی دچار مشکل هستیم، این حجابی هست که در الان بین جوانان رسم و رواج شده که میگن خب این نوع پوشش، این شکل از پوشش خب ما نمیتونیم بپذیریم، چرا که همه مردم خب به این شکل ظاهر میشن. خب جوانان میگن ما خب گرایش داریم به اینها. ممکن است به طور مثال یک شخصیتی، حالا هر شخصیتی، حالا نباید حتما این شخصیت ها شخصیت های سلبریتی باشن، کسایی هستن که مقبول جامعه هستن، یک نوع پوشش رو انتخاب کنن، خواهی این افراد جامعه به دنبال اونها این الگوها رو تبعیت کنن. ولی متاسفانه در جامعه یک طوری شده که حد و حدود حجاب شناخته نشده برای مردم، یعنی خود اصل حجاب شناخته نشده. اون چی که همیشه به مردم گفته شده، فقط گفتن نوعی پوشش باید این شکل باشه او شکل باشه، یک سری بایدها و نبایدهایی را سربسته بین برای مردم گفته شده. چون سربسته گفته شده، کسی نمیتونه واقعا این حجابی که داره مطابق با او حدود اصلی اسلام و شرع تطبیق بده. برای همین هست که میبینیم که جوانان ما به دنبال حجاب عرفی هستن تا حجاب شرعی. چرا؟ چون از او شرع رو چی میبینن؟ یک حجاب میبینن که اونها رو دست و پای اونها رو بسته و اونها رو از جامعه دور میکنه، از زیبایی، از زیبایی پسندیشون، از اون حس زیباییشون دور میکنه و اون برای اونها واقعا سخت است. و این مشکلی هست که متاسفانه در جامعه دیده میشه که هنوز شناسانده نشده که آیا واقعا حجاب دقیقا باید چی باشه که او زن ما، دختر ما، حتی اطفال ما ببینیم. از من خودم یک طفلی دارم که 7 سالشه و از همین الان از من میپرسه که خب من اگه موهام از پشت دیده بشه حرام نیست نه؟ مثلا از جلو باید پشت بشه، چون من در مترو دیدم که یک دختری موهایش تا کمرش از پشت دیده نمیشد ولی از جلو پوشنده بود، پس این حرام نیست. خب اینا وقتی این شکل از جامعه رو میبینن، خب از همین سنین کودکی برایشون سوال میشه که واقعا پس حد حدود حجاب چیست؟ این حد حدود زمان شناخته میشه که حجاب خیلی کامل برای مردم معرفی بشه. در قرآن غیر از خود حجاب ظاهری که حالا من پوشش رو خدمت شما عرض کردم که پوشش حد اقلی و حد اکثری در قرآن آمده، در کنار این حجاب های دیگه هم داریم. حجاب در رفتار داریم، حجاب در گفتار داریم، حجاب در نگاه هست که اینها کمک کننده این هست که افراد جامعه ما که مشتاق و علاقمند هستن به حجاب بتوانن واقعا حجابشون را توسط این راهکارها اصلاح کنن. یکی از خب این غیر از حالت پوشش که باید زن در جامعه داشته باشه،
رفتار در رفتار خودش هم باید خب یک سری نکات رو باید به او توجه داشته باشه. بله، قبل از اینکه خانم عالمی بزرگوار وارد این مبحث شویم، هنوز در بحث پوشش در ذهن از ما سوال هایی هست. بله. و یکی از این سوال هاست که مثلا ما بسیار میبینیم که برخی از افراد قطعا دغدغه های دینی دارن، قطعا دلشان با حال دین و دنیای مسلمانان میسوزه و دغدغه دارن، این مسئله را مطرح میکنن، یک نحوی از پوشش را معرفی میکنن، سر تا پای سیاه است، صورت همه پوشیده و میگن که باید یک زن مسلمان این حجاب را داشته باشه، که این حجاب یک نحوی از حجاب است که در کشورهای دیگر رواج داشته و در کشور از ما رایج نیستن. و این حجاب خانم عالمی بزرگوار آیا میتونه در کشور از ما که عرف رسم و انعنات کشور از ما هیچ وقت نبوده که یک زن چنین حجابی داشته باشه، میتونه در کشور از ما مقبول واقع شوه؟ ما میتونم که افراد کشور خودم، مردم افغانستان را، زنان افغانستان، زنان کابل را توصیه بکنم یا حتی در مرتبه بالاتر ما اونا را مجبور بسازم و یکی انمی حجاب را داشته باشیم؟ ای هست و جز این نیست. چنین کاری آیا درست است از نظر شما یا نه؟ اصلا درستش این هست که خانم بیانی، ما وقتی شما در مورد یک فرهنگ یک کشور صحبت میکنیم، به طور مثال در کشور ما خب شما میبینید که تنوع رنگ‌ها بسیار زیاد هست، برعکس خیلی از کشورها که به قول شما یک استایل مشکی یا سیاه رو میپذیرن به عنوان حجاب، که واقعا خب خیلی درست هم هست او، ولی خب این ممکن است در هر جای پاسخگو نباشه. ما در کشور خودمان در افغانستان عزیزمون خب واقعا میبینیم که لباس هایی داریم که بسیار با او حالت اصول و قوانینی که در قرآن اومده واقعا منافاتی نداره. همطور که من خواستم خب در ادامه غیر از اون نوع حجاب فیزیکی که در خدمتون گفتم، نوع پوشش، خواستم مدل های دیگر رو بگم که حجاب رفتار داریم و گفتار، اینها خودشون الانها میتونه کمک کنه تعیین کنه که چجور خب در کشور افغانستان حالا چه ملاکی باید باشه که مثلا ما بگیم که حالا این لباسی که در به طور مثال در شهر قندهار مردم می باشن با لباسی که به طور مثال در یک شهر کابل که شهری هستن، خب اینها چطور میتونه ملاک حجاب هم باشه ولی خب از یک طرف مردم هم مقبولیت داشته باشن نسبت به اونها؟ این عرف مردم هر دو وجه رو باید در نظر بگیریم، در نظر بگیریم هم شرع باشه و هم عرف بپذیره، عرف بپذیره، عرفی که شرع او رو تایید کنه. چرا که ما در بحث احکام اسلامی زمانی سراغ عرف میریم که او احکام ما مستاقها در مستاقها دچار سردرگمی باشه. به طور مثال در همین نوع پوشش، خب نوع پوشش در قرآن گفته خب از خمار و جلباب اومده تعبیر کرده، گفته که یک پوششی به این شکل باشه، پوششی باشه که سر و گردن رو بپوشانه، پوششی باشه که حالا این حد اقلش و پوششی که حالا کل بدن و استایل یک زن رو بپوشانه، این پوشش حالا پوشش حد اکثری که در هر منطقه یا فرهنگی این متفاوت هست. ما در افغانستان خودمان هم داریم از این لباس هایی که از این چادر هایی که بتونه مصداق همین این حدود را رعایت بکنه، در وقتی این چادری را به سر میندازه خانم، بله، کامل سر و گردن پوشانده میشن، بله، و همونطور که شما فرمودید بالاتنه پوشانده میشه، اون لباسی که میپوشن معمولا لباس های سنتی مردم از اون لباس های بلند است و اگر که دقیقا اسم نمی جلباب را نشه برش گذاشت، ولی کارایی و کارکردی که داره نمو کارکردش مهم است، جلباب است، بله، اصل همه کارکرد هستش. و این میتونم واقعا پاسخگوی این نیاز مردم باشه. ما فکر میکنم که اگه در بحث عرف اگر بشه که در عرف جامعه خب یک شیوه باشه که به هر حال ما خیلی در بحث حجاب سختگیرانه تفکر نداشته باشیم،
حالا اون عرفی که شما میفرمایید که میگین که مثلا در یک شهرهای مثلا سنتی، حالا افراد سنتی که روی میارن به این از این لباسهای سنتی استفاده میکنن، اینا واقعا بیشترشان که حالا ما خودمون ببینیم اگر واقعا به همون شکل استفاده بشه، نه اینکه اینو آزاد گذاشته نشه از این چادرها و این لباسها به همون شکل درستش استفاده بشه، واقعا پاسخگوی این یاسه هست. ولی متاسفانه جوانان ما امروز ما خب بیشتر از این فرهنگ و لباسها و چادرها رو اصلا نمیپذیرن. شاید خیلی از لباسایی که در کشور ما زمان رسم بوده الان برای به چشم جوانان نیاد و اینها برایشون واقعا قابل قبول نباشن. وقتی اونها حجاب یا استایلی که جوان ترکیه یا لبنانی رو در تلویزیون و ماهواره میبینن، خب اینها به خودشون میگن که خب ما دوست داریم به این شکل باشیم، میگه ما چی کم داریم از این مردم دیگه. ولی وقتی که به شکل لباس خب سنتی کشور خودش نگاه میکنن، برایشون خب ممکن است خیلی قابل قبول نباشه که چرا من بخوام از این لباس های سنتی که هیچ همخوانی با ذهنیت و سلیقه ما نداره از اینها استفاده کنم. و این هست که به سراغ اون الگوهای میره که کاملا دور هست از اون نوع پوششی که اسلام برای زن در نظر گرفته. من فکر میکنم خانم عالمی بزرگوار، اگر که جوانهای ما از حد و حدود شرعی حجاب آگاه باشن، قطعا او استایلی پوششی هم که در نظر میگیرن برای استفاده بکنن، علاوه بر اینکه رعایت میکنن اون مسائلی که دلشان میخواد که زیبا باشه، بروز باشه، مدرن باشه، حدود شرعی را هم قطعا رعایت میکنن. و جوانهای ما یک جوانهای مسلمان هستند و قطعا دغدغه دینی دارن. ما نمیتونم بگم که جوانهای از ما جوانهایی هستند که خدای نکرده از اسلام گریزان هستند، این رقم نیست. اکثرا و این خاطر است که آشنایی کمتر دارن به دلایل متعدد مختلف. وقتی که آشنایی پیدا بکنن نسبت به حجاب، نسبت به فلسفه حجاب و نسبت به آثاری که ممکنه که حجاب در زندگی اونها داشته باشه، آثار مثبتی که میتونه داشته باشه، قطعا حداقل حجاب رو انشاءالله رعایت میکنه. انشاءالله منم فکر میکنم واقعا بحث همه چیز برمیگرده به همین عرفی که در جامعه هست. اگر عرف جامعه به یک شکل پیش بره که پیرو اوغلای جامعه باشه، اوغلایی که متدین هستن، نه افراد هست، اهل افراد هستن که بگن که خب زن حق نداره که از خانه بیرون بیایه و باید با یک سرشکل کاملا بسته، یک افکاری که مختص خب گروه های خیلی خاصی هستن، این ممکن است اشتباه نباشه واقعا، عقایدشون درست باشه، ولی خب مختص گروه های خاص و فرهنگ و یک تیپ های خاصی از افراد هست. این بیشتر برآمده از انعنات قبیلوی است برخی از این تفکرات، چون ما اون چیزی که در اسلام میبینیم خانوم های مسلمان تأثیر اجتماعی بسیار زیاد داشتند. در این زمینه مقالات نوشته شده، مطالب منابع بسیار زیاد وجود داره و جای شک و تردیدی هم نیست. در تاریخ اسلام هم که مراجعه میکنیم بزرگان دینی از ما خانوم های بسیار بزرگواری بودند که شرکت داشتند در امور اجتماعی، و مثالش بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر خانوم هایی که میشه از اونها یاد کرد. خانم عالمی اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم و باز هم در ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان شماره است که بر برنامه خود شما برنامه روشن اختصاص داده شده. و شما عزیزان اگر که کدام سوال در مورد موضوع امروز برنامه دارید، همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید، قطعا به سوالات شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. میان برنامه کوتاه را میبینیم و باز برمیگردیم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. در پی شهادت حسین در قلب‌های مؤمنان عشقی به او پدید آمده است که هرگز سرد نخواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما همراهان خوب و مهربان برنامه زنده مستقیم روشنا. شماره تماس مثبت 964-780-255-43 عزیزان از یاد نبرید. میتونید که از طریق واتساپ با ما همراه شوید و همچنان اگر که بخواید که دیگه برنامه های روشنا را که در روزهای گذشته پخش شده را دوباره نگاه بکنید و استفاده بکنید، انشالله از طریق فضای مجازی یوتیوب، واتساپ، آپارات، تلگرام، توییتر و دیگه فضای مجازی میتونید که برنامه از ما را دنبال بکنید. بسیار خوشحال میشیم که شما نظرات زیبای خودتان را با ما در اشتراک بگذارید. ادامه بحث در مورد مسئله حجاب هست و در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی بزرگوار هستم. خانم عالمی، بحث در باره حجاب بود و شما فرمودید که یک حد اکثری داره حجاب که در قرآن عظیم الشأن هم برش اشاره شده و هر نحوی پوششی که مردم دارن باید توجه داشته باشند که این حدود حجاب را در او پوشش خودشان بگنجانند و رعایت بکنند. در خدمت شما هست. بله، در ادامه باز به خدمت شما در مورد ابعاد دیگه حجاب انشاءالله بخوایم صحبت کنیم. اونچه که گفتیم در مورد نوع پوشش زنان بود، یعنی حجاب فیزیکی بود. غیر از این، حالت پوششی که برای زن در نظر گرفته در آیات قرآن و تصریح هم شده، فکر باز در همین آیات شریفه بر انواع دیگه حجاب هم تصریح داره. یکی از حجاب هایی رو که باز خیلی در کنار حجاب فیزیکی بر اونها تاکید شده، حجاب رفتاری هست. حجاب در رفتار زنان هست. اینطور نیست که صرف فقط مطابق او اصولی که قرآن گفته و احکام گفته لباس پوشیدن این باعث بشه که خب حالا زن دیگه حجابش کامل هست، میتونه کاملا آزادانه در اجتماع ظاهر بشه. یک سری رفتارهایی هست در زن که باید این رفتارها هم کنترل بشه و رعایت بشه. یک زن وقتی در موقعیت اجتماعی قرار میگیره در مقابل نامحرم، بهتر هست که حالا در قرآن هم آمده که با خضوع و حالت خشوع صحبت نکنه، بیشتر صحبتهایش محکم باشه. این حالت خب حالتی هم نرم صحبت نه، بس با ناز و کرشم صحبت کردن خب درست نیست برای زنی که مسلمان هست و میخواد در اجتماع ظاهر بشه و یا به هر نحوی به هر مقصدی در اجتماع هست، یا در اجتماع هست یا با نامحرم خودش که در فامیل هست میخواد صحبت کنه. نرم و آهسته صحبت کردن اینها باعث میشه که خدایی نکرده ممکن است در دل کسی اون نامحرم خودش ممکن است خب گناهی چیزی برای او ایجاد بشه. بله خانم عالمی، یک سال همین جاد از شما پرسان کنیم که برخی از لفظای محلی هستند در کشور از ما که خشن هستند. زن و مرد وقتی صحبت میکنند بسیار خشن صدا در گلو میندازند. بیشتر برخی از مناطق شاید غربی کشور باشه یا مناطق جنوبی کشور، در برخی از مناطق به ویژه مناطق شهری سبک گفتگوی خانم ها و آقایان یک رقم نرم است. یعنی همون نفری که در اون منطقه دیگه که لفظشون یک لفظ خشن است، وقتی که میشنون گفتگوی یک نفری که از اون شهر دیگه است که نرم صحبت میکنن، به نظرش بسیار نرم میرسن. منظور من از این مسئله است که ایره توجه داشته باشیم که بالاخره فرق میکنه. یعنی یک خانومی شاید به نظر خودش نرم صحبت نمیکنه،
داره عادی صحبت میکنه، لفظ منطقی خودش صحبت میکنه، ولی ممکن به نظر یک نفر دیگه نرم برسه. اینجا وظیفه او خانم چیست؟ آیا اصلا وظیفه اساسا بر گردنش است در این شرایط یا نه؟ یا شاید برعکس یک وظیفه بر گردن او آقا باشه که نمی صحبت خانم را میشنوم؟ کدام از اینها اصل است؟ ما در اینجور مواقع که وقتی به تفاوت‌های عرفی برمیخوریم، برمیگردیم به خود هم اصل احکام اسلام. اینطور که شما فهمید همینطور هست، هم نوعی صحبت کردن هست و بعضی الفاظی که هست. ما میبینیم که در شهر به طور مثال کابل، یک لفظی ممکن هست در یک شهر دیگه کاملا اختصاصی و بین فقط محارم باشه، ولی در شهر کابل خیلی عمومی استفاده میشه. بله. و اون لفظ ممکن هست خب خیلی نامتعارف باشه برای یک شهر دیگه. اما اونجایی که هست اصل شریعت و شرع اینجا برای ما چه قانون گذاری کرده؟ آیا واقعا شرعی اجازه را داده که ما برای هر مصداقی سراغ عرف برویم؟ آیا در هر مصداقی ما اجازه داریم که از عرف کمک بگیریم؟ اینطور نیست که شرع بگه که خب حالا شما چون در کابل هستید، در این منطقه هستید، خب این صحب کردن یا استفاده از این الفاظ برای شما هیچ اشکالی ندارن. این الفاظ و سبک صحبت کردن و این شکلی که شما میفرمایید، اینها باید مطابق با همون چیزی باشن که اصول اسلام هست. یعنی اصل اسلام از ما چه خواسته؟ اصل اسلام از ما خواسته که یک زن وقتی که در جامعه قرار میگیره، در بین نامحرم قرار میگیره، محکم صحبت کنه. محکم صحبت کنه، همین محکم صحبت کردن یک توصیه هست که یک اصلی هست که شرع برای ما تعیین کرده. درسته؟ حال ما ممکن است خب به هر حال در بعضی شهرها خب این استحکام حالا ممکنه درجه شکم فرق کنه، خب یک جا ممکنه نرمتر باشه، یک جا ممکنه محکمتر باشه، ولی به هر حال اون حالت با خود افراد میفهمند، خود افراد او لحظه‌ای که صحبت میشه حس میشه که واقعا باید به چه شکل رفتار کنن. نباید این رفتارها از او خطوطی که اسلام تعیین کرده خارج بشه. یعنی نمیشه که ما برای هر مصداقی سراغ عرف بریم، بگیم خب عرف این شهر این شکل است، خب در این شهر این شکلی است، مردم این شکلی رفتار میکنن، پس همه باید همرنگ اینها باشن. ما نمیتونیم اینو بپذیریم که برای هر حکمی در کنار هر حکم شرعی عرف رو اونجا وارد کنیم. ما فقط در مصداقهایی میتونیم از عرف کمک بگیریم که اون مصداقها در شرع دچار شک باشیم، بگیم آیا واقعا این به طور مثال در نوع پوشش. بله. در نوع پوشش گفته که خب پوششی باشه که سر و گردن رو بپوشونه، گوش‌ها دیده نشه، فقط صورت دیده بشه. خب حالا این پوشش چی میتونه باشه؟ خب این روسری که ممکن هست خب بدن نما باشه از دور، خب مشخصه که این نمیتونه این پوشش رو جوابگو باشه، این نمیتونه این حکم رو اجرا کنه، مصداق این حکم باشه. بنابراین ما در عرف زمانی ما میتونیم تا یک حدودی میتونیم از عرف کمک بگیریم برای مصداقهای حکم شرعی ما. و وقتی که حکم هست، اصل حکم وجود داره، حکم خیلی شفاف و روان گفته شده که زنها نباید سریع کنم. به طور مثال در عصر اوایل اسلام ده. خب زنان در جامعه واقعا حضور نداشتن، برای همین گفتن که کسی که صدای زن رو بشنوه، این صدای زن نباید شنیده بشه. شنیده شدن صدای زن در جامعه خودش حرام بوده، اصلا از چند تا کلمه بیشتر حق نداشتن که زنها صحبت کنن. اما این حکم الان برداشته شده. چرا؟ چون الان دیگه خب زنان خیلی در جامعه حضور پیدا میکنن دیگه، این به اون شکل نیست که دیگه در اون مثل اون زمان زن چون در پس پرده ها بوده و تا یک زنی صحبت میکرده این زن باعث بشه که مثلا شنیده شدن این صدای زن از چه در مجامع عمومی چه در بین فامیل دچار
حالت تهییج و تحریک برای مردان ایجاد کنه. پس منظور شما ایست که هر کس باید در جامعه خودش نگاه بکنه و با حضور در اون جامعه متوجه میشه که حد و حدودها چه رقم میتونه باشن. مثلا در یک جامعه که زن به هیچ وجه حضوری اجتماعی نداره، صدای زن، صرف صدای زن ممکنه که تحریک کننده باشه و خدای نکرده افراد را به گناه بندازه. ولی خب در یک جامعه مثلا شهر کابل که از قدیم الایام زنها حضور اجتماعی داشتند، در ادارات کار کردند، معلم بودند، مدیر بودند، در یک اداره کار کردند، سر وظیفه بودند، استاد دانشگاه بودند و دیگر جاها دکتر بودند و حضور اجتماعی داشتند، در اینجا دیگر صرف صدای زن نمیتونه ممنوع باشه احتمالاً. یا حد و حدودهای دیگه ای را باید در نظر بگیریم که یکیش همین که شما فرمودین، زن باید محکم صحبت بکنه. و البته که باز از گفته های شما این نتیجه رو میشه برداشت کرد که حتی همین محکمی هم متفاوت است. یعنی حد محکم بودن برای یک زنی که در کابل زندگی میکنه با اون نحو لفظشان احتمالا متفاوت خواهد بود با حد محکم بودن در یک برای یک زنی که مثلا در کندار زندگی میکنه، در یک دایکندی زندگی میکنه، در یک شهر دیگه، در یک روستا زندگی میکنه. و منظور من است که خود افراد در او جامعه میفهمند که تا چه حد اگر که صدای خود نرمتر بسازن این دیگه از طبیعی نخواد بود و ممکنه که طرف مقابل به گناه بیفته و او را تحریک و تهییج بسازم و من نمیتونم که عرف خودم را و او عقیده‌ای که دارم و چیزی که در شهر از ماست وادار بسونم که مردم دیگه شهرها هم قطعا و حتما همون رو داشته باشن. اگر که همین اصل محکم بودن رعایت بکنن برای صحبت کردن، اصل و حدود حجاب رو هم تو که شما فرمودین رعایت بکنن، دیگه مسائل عرفی است و به شهرها در شهر در شهر از قریه در قریه ممکن متفاوت باشه. ولی دقیقاً همینطور است، توجه به اصول این خودش واقعا خیلی کمک میکنه که تا چه حد از عرف کمک بگیریم. به طور مثال حالا همینطور غیر از همین بحث صدای زن، حالا که ما میخواییم بگیم که زن میخوایی صحبت کنه باید حتما محکم صحبت کنه، یک سری رفتارهای دیگه ایم هست که اینها هم ما ببینیم که در جامعه خیلی عرف داره وارد بحث حجاب میشه، یعنی در حجاب خیلی دخالت کرده و به خودش حق میده که حجاب رو دچار تغییر و تحول کنه و او بحث ظاهر اون ظاهری هستش که زنان در جامعه دارن به اسم حالت خودنمایی زنان هست در جامعه. در قرآن صراحتا این رفتار زن تقبیح شده و از زنان خواسته شده که از تبرج و خودنمایی و جلوه گری خودداری کنن. این تبرج زمان حتی در زمان عصر جاهلیت هم شکلی بوده که زنها خیلی در محیط عرب برخلاف بقیه اقوام گذشته که از روم و باستان و سایر اقوام بودن که زنها خیلی محجوب تر بودن، زنان عرب به این شکل نبودن، خیلی اهل تبرج و خودنمایی بودن. دیگه زیورالات مختلف به سر و گردن می آوردن بسیار و خودشون نشان میدادن. و اون چیزی که ما الان هم میبینیم در کنار همون حجابی که گفتیم با اون پوششی گفتیم متاسفانه وجود داره در جامعه. الان ما میبینیم که خب شاید یک لباس سرتاسری کامل خانم داشته باشه، یعنی حد حجاب رو رعایت میکنه، حد حجاب رو میکنه، ولی متاسفانه گرفتار تبرج هست. گرفتار تبرج هست، خودنمایی هست. چرا؟ چون او که لباسی که اون پوشه باعث میشه که در هم فرهنگ خودش، البته در فرهنگ ما باید ایرم در نظر داشته باشیم که او لباس خب ممکن است در فرهنگ دیگه اصلا هیچ نوع خودنمایی مصداق تبرج قرار نگیره، محسوب نشه. به طور مثال حالا مثلا شهر بامیان رو در نظر بگیریم، شاید در شهر بامیان خیلی رفتار یک لباس محلی معمولی هیچ نوع خودنمایی نداشته باشه، ولی اگر این لباس به طور مثال یک لباس بسیار چشم نوازی که از شهر قندهار آمده و وارد فرهنگ مردم بامیان شده، این ممکن است خب خیلی به چشم بیاد و خب نگاه رو به خودش جذب کنه، به خودش جذب کنه. این مثلا اگرچه که ممکن هست این لباس کامل پوشیده باشه و تمام اون حدود رو که ما در اول بر ما گفتیم اونها رو هم رعایت کنه. برای یکی از مصادیق مهم حفظ حجاب همین
دوری از پرهیز از خودنمایی هست. این لباس هایی باشه که واقعا ساده باشه برای زن. وقتی زن در جامعه قرار میگیره، چه او ممکن هست از زیورالات شامل زیورالات باشه، چه ممکن است شامل رنگ لباس باشه. یعنی حتی رنگ لباس هم خیلی مهم هست. ما اینطور نیست که در هر جامعه افراد زنان آزاد باشن که از هر رنگی که من باب سلیقه خودشون هست از هم رنگ استفاده کنن. در یک منطقه، در یک کشوری که اگر رنگ سیاه رنگ حجاب او مملکت و فرهنگ هست، پوشیدن به طور مثال چادر سفید یا رنگ سرخ ممکن است خب خیلی جلب توجه و حتما جلب توجه میکنند. با اینکه میگن در روایات وجود داره که سیاه یک رنگ مکروه هست برای پوشش، ولی اگر که فرهنگ او جامعه رنگ سیاه را میپذیره به عنوان پوشش بانوان یا آقایان فرق نمیکنه، اینجا باید که برای پرهیز از خودنمایی همون رنگ سیاه را افراد استفاده بکنن. او که در روایت اومده که رنگ سیاه مکروه هست، به خاطر بیشتر از لحاظ روانی هست. یعنی شما وقتی در حریم شخصی خودتون قرار میگیرید، دیگه لباس سیاه، لباس های راحتی که تو در منزل استفاده میشه، اینها پوشتن اینجور لباس های سیاه مکروه هست، چرا که در روح روان خانواده خب تأثیر میذاره. رنگ سیاه یک رنگی هست که بسیار خونسا، صامت، ساکت و اصلا هیچ نوع حالت هیجان و شادی در او وجود نداره، و شاید به خاطر همین هست که برای حجاب به عنوان رنگ برتر رنگ سیاه رو میپذیرن، رنگ مشکی رو میپذیرن. اما این کراهتش هم شاید یک سابقه تاریخی هم داره که چون ابن عباس، بنی عباس اصحایی میکنم، بنی عباس لباسشون خب چون سیاه بودن و خب در زمانهای قدیم رنگ سیاه یک رنگ هیبت و تشخص بوده. یعنی همیشه در جنگ ها وقتی میبینیم رنگ سربازان خیلی دلاور از رنگ های سیاه امامه بسر میکردن. حتی میگن حضرت امیرالمومنین هم در لشکریانشون همیشه عمامه سیاه بر سر میکردن، به خاطر اون هیبتی که میخواستن هیبت خودشان رو نشون بدن. رنگ سیاه رنگ هیبت هست و او کراهتی که شاید در بعضی روایات هم اومده که اگر صحیح هم باشه، قطعا در روابط شخصی هست که ممکن است بر روحیات تاثیر بزنه، اما در جامعه قطعا رنگ سیاه یک رنگ کاملا مناسبی خواهد بود اگر مطابق با عرف او جامعه باشه. چرا که حتی در صدر اسلام هم وقتی که آیه 59 سوره احزاب نازل میشه، ام سلمه که میگن که وقتی که این آیه نازل شد، ایشون میفرماین که زنان انصار به نحوی به پوشیدن عبای سیاه روی آوردن، یک جوری اینها میپوشتن و بیرون از خانه بیرون میامدن که گویی یک کلاغ سیاه روی سر اونها نشسته. یعنی و پیامبر هم این صحنه ها رو میدیدن، میدیدن که زنهای انصار و حتی همسران خودشان از این پوشش عبای سیاه استفاده میکردن و هیچ اعتراضی نداشتن، و همین خب عدم اعتراض حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خودش مهر تأیید هست. یعنی تأیید میکنه که پس رنگ سیاه میتونه مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره و حتی میتونه یک رنگ مناسبی باشه، به شرطی که او عرف جامعه خب خیلی با این رنگ متناقض نباشه. خانم عالمی، اگر که در حد 30 یا 40 ثانیه یک جنبندی بفرمایید، تشکر. ما همطور که گفتیم در قرآن صراحتا ابعاد حجاب تبیین شده، چه حجاب فیزیکی باشه، چه رفتاری، چه گفتاری، همه این ابعاد در قرآن به طور واضح و مسلم آمده. و اونچه که در جامعه به عنوان حجاب عرفی ما میبینیم، ممکن هست بسیاری از مصادیق او هیچ همخوانی با اصول شرع نداشته باشه. یعنی ما حجاب عرفی رو نمیتونیم بپذیریم، اسلام حجاب عرفی رو نمیپذیره. در صورت عرف رو در حجاب میپذیره که او شرع و حدود و محدودیت که برای حجاب تعیین شده در کنار عرف جامعه اینها رعایت بشه، و حجاب عرفی حجاب مورد پسند اسلام نیست.
در صورت میپسندیم که شرع او را تایید کنه. بله. بسیار تشکر میکنم از شما خانم عالمی بزرگوار، بسیار استفاده کردم. از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که همراه برنامه خودتون بودید. عزیزان و بزرگواران، به لحظات ملکوتی از آن ظهر و افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. از خداوند مهربان برای خودمان، برای عزیزانمان و برای همه کسانی که منتظر دعای ما هستند، عاقبت به خیری را طلب میکنیم انشاءالله. با همراه کارشناس محترم برنامه خانم عالمی بزرگوار، از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.